اگر شما هم دوست دارید بازیتون رو با حرکت دی چهار آغاز کنید این نشون میده شما به گشایش های گامبی وزیر و سیستم لندن میتونید علاقه من باشید اما سومین گشایش مورد علاقه شما میتونه گشایش کاتالان باشه که یا همین الان دارید خودتون بازی میکنید گشایش کاتالان رو یا اینکه بعد از دیدن این سری ویدیوها توی گشایش کاتالان خبره میشید از کسایی که گشایش کاتالان رو خوب بازی میکنن میتونیم به دینگلیرن قهرمان شطرنج جهان و مگنس کارسن نام ببریم راستش رو بخواید میخواستم یک ویدیوی یه سی از گشایش کاتالان براتون بگیرم اما دیدم که سی چل واقعا برای این گشایش محبوب خیلی زمان کمیه میخواستم در مورد واریانت های باز گشایش کاتالان صحبت کنم واریانت بسته تله ها و دامهایی هایی که توی گشایش کاتالان نهفته و همینطور یک بازی معروف از مگنس کارسن که توی گشایش کاتالان اتفاق افتاده اما سی چل جمع نمیشد حرفهایی که باید بزنم حدودا دو ساعت زمان میبره پس تصمیم گرفتم یک پلیلیست گشایش کاتالان آماده کنم تا به صورت جزئی تر این گشایش جذاب رو با هم بررسی کنیم گشایش کاتالان زمانی اتفاق میفته که سفید دی چهار بازی میکنه و سیاه هم اینجا انتخاب های زیادی داره اما سه تا از اصلی ترین حرکت های زی... سیاه رو با هم میبینیم اولین حرکت که پرتکرارترین حرکت حرکت دی پنجه دومین حرکت اسب F شیشه که حرکت ان اتاف پذیرتریه و وای میسه ببینه شما حرکت بعدی رو میخواید چیکار کنید و بعد شروع میکنه به اینکه چه دفاعی رو توی بازی سیاه انتخاب کنه و حرکت پرتکرار سوم هم حرکت ای شیش هست که قطر فیل رو توی بازی باز میکنه توی شاخه های گامبی وزیر میبینیم که سیاه میتونه وارد دفاع نیمز هندی بشه اما بذارید همه اونا رو با هم بررسی میکنیم اول میخوام اینجا با هم ببینیم که بعد از حرکت دی چهار سفید سیاه حرکت اسب F6 رو توی بازی انجام بده سفید میتونه سی چهار بازی کنه ای شیش انگار دفاع نیمز هندی رو پیش رو داریم اما اینطور نیست سفید میتونه جی سه بازی کنه و سیاه هم میتونه پیاده خودش رو توی مرکز قرار بده سفید میتونه فیل رو بذاره خونه جی جیدو که به فیل کاتالان معروفه و فیل خیلی قدرتمندیه توی بازی من خودم به شخص به شخص دفاعش گشایش کاتالان رو به این دلیل دوست دارم که این فیل توی بازی قدرت زیادی میتونه بگیره و از اونجایی که الان دیگه اسبی خونه سیسه نیست معمولا اسب اول ابتدا به خونه افسه میاد این اسب توی بازی گسترش پیدا میکنه از این جهت فیل به خونه بی چهار اگر بیاد کیش بده سفید مجبور نیست اسبی رو توی خونه سیسه بذاره و همونطور که میبینید اسبی هم آچمز نیست میتونه فیل رو بذاره خونه دیدو وکیش رو مهار کنه و اینجا بهتره که سیاه فیل رو برگردونه خونه ای هف. حالا چرا بهتره؟ اگر که اینجا فیل رو توی بازی بزنه سیاه مشکلات پوزیسیونی داره چرا؟ چون اول یک تمپو خرج کرده فیل رو گذاشته بی چهار در حالی که سفید یک تمپو فقط توی بازی خرج کرده سیاه با دو تمپو فیل رو توی بازی حذف کرده این مشکل اولیه که داره سیاه و مشکل دوم اینه که اینجا وقتی کیش میده فیل به خونه دیدو میاد وقتی که فیل برمیگرده خونه ای هفت حالا این فیل سفید فیل بدیه و فیل سیاه فیل خوبیه قدر خوبی رو داره کنترل میکنه این فیل بعدا باید جا به جا شه مثلا خونه F4 براش مناسبه یا اینکه بتونه از این قدر توی بازی بعدن اضافه بشه چون این خونه دو برای فیل سیاه رو سفید خوب نیست همینطور برعکسش هم صادق سفید فیلش توی خ... سیاه فیل سفید روش توی خونه دی هفت فیل خوبی نیست اما فیل سفید رو سفید توی خونه اف دو میتونه فیل خوبی باشه به همین دلیل اگر برگرده بهتره اینجا اسب به خونه اف سه میاد هر دو بازیکن میتونن توی بازی قلعه برن و حرکت سی رو میتونه بازی کنه سیاه و وزیر سی دو حرکت بیشیش میتونه بازیشه قطر فیل رو بازی کنه که از این سمت وارد باز بازی بشه و پیاده ها توی بازی میتونن تعویز بشن و فیل سفید میتونه به خونه F4 بیاد خونه ای که توی بازی فعال فیل B7 میتونه بازیش اسب C3 هر دو بازی کن ها رو میتونن گسترش بدن روخ ها رو گسترش بدن توی بازی و به این ترتیب گشایش کاتالان رو بازی کنند که این یکی از واریانت های بسته گشایش کاتالانه در مورد واریانت های باز هم با هم صحبت میکنیم بذارید کامل برگردیم به عقب کامل برمیگردیم به عقب D4 از طرف سفید اسب میاد به خونه F6 C4 E6 G3 و توی این لحظه همین ابتدای بازی سیاه انتخاب های زیادی داره توی بازی حرکت دی پنج رو دیدیم الان که اولین انتخابش بود انتخاب دیگر شیه حرکت سی پنج مرکز رو میتونه به چالش بکشه با حرکت سی پنج که به واریانت های دفاع بنونی وارد میشیم در اصل اینجا میتونه راحت پیاده خودش رو برونه تعویز انجام بشه ایرادی نداره توی حرکت بعدی معمولاً سیاه حرکت دیشیش رو انجام میده تا سفید دیشیش نکنه توی بازی و توی این دفاع هم وضع سفید واقعا خوبه و مشکلی نداره سفید میتونه اسب خودش رو گسترش بده به عنوان مثال و حرکت جیشش رو سیاه بازی میکنه فیل رو از این قطر وارد بازی میکنه همونطور که این میبینید این قطر توی بازی بسته از اسب افسه فیل به خونه جی 7 میاد فیل جی دو هر دو بازیکن میتونن توی بازی قلعه برن و به این شکل بازی ادامه پیدا کنه یا میتونه چیکار کنه سی پنج یک انتخاب بود دیگه چه انتخابی داره فیل بی چهار کیش با هم دیدیم میتونه با فیل جلوش رو بگیره فیل میتونه برگرده به خونه ای هف و فیل جی دو قلعه میتونه بره اسب به خونه اف سه میاد و دی پنج رو میتونه سیاه بازی کنه و وزیر میتونه به خونه سی بیاد که حرکت های اصلی معمولا وزیر سفید یا به خونه سی میاد یا به خونه آ چهار میاد تا این پیاده رو توی بازی بتونه به چالش بکشه همه اینا رو با هم میبینیم من تصمیم گرفتم که یک پلیلیست از گشایش کاتالان رو درست کنم که به صورت کامل طی یک هفته تا ده روز واریانت های بسیار مهمش رو با هم ببینیم و بعد از دیدن این سری ویدیوها شما میتونید همه گشایش کاتالان رو بازی کنید اینکه میگم همه جور بازی کنید منظورم اینه که یهوه ای مثلا سیاه یه انجام نده شما سوپرایز شید و میتونید با وضعیتهای اصلی گشایش کاتالان در اصل آشنا بشید این هم یک شاخه بود که سیاه میتونست وارد شه دیگه سیاه میتونه چیکار کنه حرکت بیشیش رو میتونه انجام بده ساختارهای دفاع هندی وزیر که میخواد فیل رو از این قطر وارد بازی کنه سفید میتونه فیل رو بذاره جی دو میبینید که سفید زودتر فیلش رو توی این قطر قرار داره اما قرار داده اما ایرادی نداره اس میتونه بیاد خونه سی شیش و بعد حالا فیل به بازی اضافه بشه همونطور که میبینید توی این وضعیت ها سیاه اجازه داده که حرکت ای چهار رو سفید انجام بده و بتونه مرکز رو فضای بیشتری از مرکز در واقع بگیره و مثلا اینجا میتونه به خونه بی هفت بیاد میتونه حتی به خونه آشیش بیاد فشار وارد کنه به این پیاده توی بازی اما مثلا ای 5 میتونه به این اسب حمله کنه همین اول بازی میبینید این اسب توی بازی مشکل داره هیچ کدوم از خونه ها نمیتونه بره باید برگرده اما همه اینا واریانت و تئوری شطرنجه و سیاه مشکلی نداره اسب رو میتونه برگردونه از خونه ای 7 به بازی اضافه کنه سفید مثلا میتونه بیسه بازی کنه از این پیاده دفاع کنه فیل بی کیش اینجا حتی فیل ها هم توی بازی میتونن تعویض بشن و به یک همچین ساختاری توی بازی برسیم این فیل رو ببینید چقدر توی بازی قدرت داره و پیاده های سفید به خوبی دارن از همدیگه دفاع میکنن و سفید فضای بسیار زیادی رو توی بازی گرفته برتری فضا داره که میتونه بازی براش راحت تر باشه بذارید کامل برگردیم به عقب توی حرکت سوم بازی اینجا جیسته رو هم میتونه سفید بازی کنه و اینم بگم اولویت در حرکات وجود نداره مثلا اینجا حرکت اصف رو سفید میتونه انجام بده که اجازه اومدن فیل به خونه B4 میده این حرکت اسب f به ضد دفاع نیمزو هندی معروفه به خاطر اینکه فیل B4 بی بیاد دیگه اسب نیازی نیست به خونه c بیاد میتونه فیل به خونه D2 بیاد که این وضعیت به وضعیتهای دفاع بوگو هندی معروفه اما توی حرکت سوم بازی بعد از که جیسه انجام شد فیل میتونه به خونه ای هفت بیاد که یکی از حرکت های اصلیه نمیخواد حتما به خونه بی چهار بیاد میتونه فیل به خونه ای هفت بیاد و آماده شه توی بازی قلعه برسی یا که یک شاخه بستر رو توی این وضعیت میخوام بهتون نشون بدم اما الان نه اول میخوام بریم سراغ واریانت های باز گشایش کاتالان اونها رو اول با هم ببینیم بعد بیایم سراغ این وضعیت ها اوکی دی چهار از طرف سفید D پنج پرتکرار ترین حرکت از طرف سیاه حرکت سی چهار مرکز رو به چالش میکشه و اینجا حرکت اصلی حرکت ای شیشه که وارد گامبی وزیر پذیرفته نشده میشیم اگر حالا اسب به خونه سی سه بیاد و به این شکل بازی ادامه پیدا کنه اما حرکت جی سه از طرف سفید میتونه بازی بشه اسب اف 6 فیل جی دو گشایش کاتالان رو روی صفحه داریم و اینجا توی حرکت چهارم سیاه میتونه پیاده رو بزنه و ایرادی نداره اما قطر فیل رو ببینید چقدر قطر خوبی رو توی بازی داره کنترل میکنه و این پیاده رو سفید میتونه راحت به دست بیاره وزیر رو میذاره آ چهار کیش میده بعد از که بلاک کرد پیاده خودش رو توی بازی پس میگیره اما بذارید برگردیم عقب توی این لحظه زمانی که پیاده رو میزنه سفید حتی میتونه سراغ پیاده خودش هم نره چی کار میتونه بکنه؟ اسب رو بذاره افسه به فعال کردن مهرهای خودش بپردازه و خیلی وقتا اینجا سیاه حرکت آشیش رو انجام میده توی بازیهاتون احتمالاً زیاد این وضعیت رو میتونید ببینید چرا وزیر آ4 دیگه نداره؟ چون با حرکت بی 5 توی راهه و... حتی اگر که اینجا سفید نخواد سراغ پیاده خودش هم بره میتونه قلعه بره حتی که یک حرکت خوب توی وضعیت هست و هیچ ایرادی هم نداره و به عنوان مثال اگر سیاه بخواد با حرکت B5 از پیاده خودش دفاع کنه حالا قطر این فیل رو ببینید توی بازی قوی تر از قبل هم شده حالا اینجا حرکت از E5 حرکت قویه فیل قطرش باز شده توی بازی و اینجا حرکت خوب مثلا حرکت اسب دی پنجه که قطر فیل رو توی بازی میبنده و سفید میتونه با حرکت آ چهار پیاده های ساختار پیاده ایه. سیاه رو بیشتر هم حتی به چالش بکشه و اگر که بخواد بزنه که اوضاع بده وزیر فعال میشه به همراه کیشه این پیاده ضعیفه و توی گسترش هم حتی سیاه عقبه پس نباید بزنه راههایی وجود داره که میتونه این وضعیت رو سیف کنه سیاه اولین کاری که میتونه بکنه اینه که فیل رو بذاره خونه بی هفت توی قطر ضعیف بازی حالا سیاه هم داره این قطر رو کنترل میکنه و اگر تعویز بشه توی این وضعیت رخ سیاه دفاع داره و فیل میتونه بزنه رخ سفید رو توی بازی و اینجا مثلا حرکت ای چهار بازی میشه یک پیاده دیگر رو هم توی مرکز قرار میده میبینید که پیاده های سفید به خوبی دارن مرکز رو کنترل میکنن در حالی که پیاده های سیاه این کار رو انجام نمیدن از باید برگرده و سفید هم میتونه اسب خودش رو توی بازی گسترش بده یه نکته رو باید دقت کنید زمانی که شما میخواید این اسب رو توی بازی گسترش بدید معمولا پیاده های سیاه رو میبینید توی وضعیت های کاتالان باز به این شکلن و دارن از همدیگه دفاع میکنند و باید این رو در نظر بگیرید که سیاه حرکت بی چهار رو نداشته باشه چون میتونه اسب شما رو توی بازی اذیت کنه و مثلا اینجا نداره به خاطر حرکت وزیر آ چهار کیش پیاده رو میتونه بزنه اما خیلی وقتا این کیش رو نداره سفید و با روندن پیاده اسب میتونه آزار ببینه توی بازی و مثلا اینجا حرکت سی حرکت خوبیه برای سیاه که میتونه به این شکل بازی ادامه پیدا کنه و حرکت دی پنج حرکت قوی برای سفید توی بازی حالا چرا این حرکت دی پنج قویه موضوع این ویدیو نمیشه چون یک ویدیو کامل باید در موردش ضبط کنیم فقط خیلی مختصر اگر بخوام بگم به خاطر اینکه فیل سیاه هنوز گسترش پیدا نکرده و شاه قلعه نرفته همین باعث میشه حرکت دی 5 خیلی قوی باشه وگرنه اگر فیل مثلا خونه ای بود شاه قلعه رفته بود این وضعیت رو خیلی راحت پیاده ها رو تعویز میکرد و حتی سیاه بهتر هم میشد اما اینجا سیاه مشکل داره و هنوز نتونسته امنیت شاهش رو توی بازی برقرار کنه بذارید برگردیم عقب به صورت کامل خیلی رفتیم جلو آه. توی این لحظه بهتون نشون دادم سفید بی میتونه توی بازی قلعه بره اما دیگه چی کار میتونه بکنه بعد از حرکت آشیش سفید میتونه اسب رو بذاره ای پنج حرکت قوی حمله به این پیاده و پیاده خودش رو به راحتی پس بگیره و اینجا دیگه حرکت بی 5 رو دیگه نداره چون حالا قطر فیل توی بازی بازه و این رخ رو توی بازی از دست میده بذارید برگردیم عقب تصور کنیم حرکت اسب بی 5 بازی نمیشه همون قلعه رو بره توی بازی میخوام اینجا یک اتفاق دیگر رو هم بهتون نشون بدم به عنوان مثال حرکت B5 رو سیاه انجام میده اسب E5 بهتون نشون دادم که اسب میتونه بیاد خونه D5 و قطر فیل رو توی بازی بلاک کنه اما حرکت C6 هم وجود داره برای سیاه یعنی شما الان دارید هم برای سیاه یاد میگیرید چی کار کنید هم با سفید چی کار کنید در نگاه اول به نظر میاد پیاده با دو زور داره بهش حمله میشه و فقط با یک زوردار ازش دفاع میشه که کاملا هم درسته اما اینجا سیاه میتونه پیاده ای که توی بازی برده رو اینجا پس بده و مثلا اگر اسب در سی شیش بازی شد هدف این نیست که اینجا با اسب پس بگیره با فیل بزنه و اینجا یه رخ هم از دست بده سیاه این اتفاق قرار نیست بیفته اگر با سیاه دارید در مقابل کاتالان بازی میکنید چه اتفاقی میفته؟ توی این لحظه که سفید پیاده رو میزنه وزیر میتونه به خونه بیشیش بیاد از اونجا که وزیر زیر ضرب بود توی بازی اوکی میبینید که حالا اسب زیر ضربه و اینجا اسب میتونه اسب رو بزنه که با رخ پس میگیره دیگه توی این قطر هم رخ قرار نداره یا اینکه اسب میتونه برگرده به خونه ای 5 که حالا میبینید این قطر قویه و سیاه هم میتونه فیل رو بذاره خونه بی هفت از قطر دفاع کنه توی بازی و این وضعیت کاملا متعادل توی بازی اما در مورد حرکت آشیش خیلی صحبت کردیم توی بازی بعد از حرکت دی در سی دیگه چه اتفاقی میتونه بیفته؟ اسب رو گسترش داده سفید حرکت بی پنج میتونه شده یکی از شاخه های واریانت های اصلیه که چه کسی به نظرتون این حرکت بی 5 رو بازی میکنه زیاد هی و ناکامورا حرکت بی 5 رو توی بازی زیاد انجام میده در مقابل گشایش کاتالان که اینجا بهتون گفتم یکی از حرکت های اصلی وضعیت توی گشایش کاتالان همیشه میتونه حرکت از 5 باشه که اتر رو برای فیل توی بازی باز میکنه حرکت اسب دی پنج اترو رو میبنده توی بازی و سفید دیگه میتونه توی بازی قلعه بره میتونه با حرکت آ 4 ساختار پیادهی سیاه رو توی بازی به چالش بکشه و به این گونه ادامه پیدا کنه اما خیلی الان نمیخوام درباره حرکت اسب ای پنج صحبت کنم برگردیم عقب به این لحظه بیاین راجب حرکت آ 4 صحبت کنیم که حرکت خیلی خوبیه به جای حرکت اسب ای 5 سفید عجله ای نداره توی بازی ساختار رو داره به چالش میکشه و اینجا حرکت درست به عنوان مثال حرکت سی شیش و فیل بی هفته اما اینجا تله وجود داره خیلی وقتا احتمال داره توی بازیاتون پیش بیاد سیاه با پیاده آ خودش پیاده رو بذاره آشیش تا از پیاده دفاع کنه اما فراموش کرده اگر که سفید پیاده رو بزنه سیاه نمیتونه پس بگیره چون رخش رو توی بازی از دست میده این یک مشکله یه مشکل دیگه ای که وجود داره چیه؟ مثلا حرکت آشیش رو انجام نده فیل رو بذاره خونه دی از پیاده خودش دفاع کنه حالا حرکت اسب ای پنج حرکت قوییه فیل توی بازی قدرت گرفته این فیل رو داره توی بازی میزنه و سیاه همین لحظه توی حرکت هفتم بازی مشکلات زیادی داره میشه اینجا اسب دی 5 هم بازی بشه توی بازی اما حرکت اسب سیسه حرکت قوی برای سفید بهتون گفتم زمانی که بی چهار نداره حرکت اسب سیسه خوبه و چون خیلی احتمال داره توی این دام بی چهار بیفتید و سیاه داره رونده ایجاد میکنه این اجازه رو نباید بهش بدید حالا چرا اینجا اسب سیست وجود داره چون بعد از بی چهار اسب رو میزنه پس بگیره اینجا میزنه و دیگه این رخ رو توی بازی نمیشه نجات داد و مشکل داره پس بی چهار نداره اینجا در اصل و به عنوان مثال اسب رو میتونه سیاه گسترش بده اما همینجا سیاه مشکلات زیادی داره اسب میتونه فیل رو بزنه اگر با وزیر پس بگیره حالا این پیاده توی بازی از دست میره سفید پیاده خودش رو پس گرفته برتری دو فیل داره به زودی داره قلعه میره و فیل بسیار خوبی و توی بازی داره ستون رخ بازه و کلا فعالتره توی این وضعیت سفید سیاه میتونه مثلا اسب رو بذاره بیچار و در اولین فرصت سفید قلعه میره و میبینید که پیاده بعدی هم داره میاد سمت مرکز و سفید میتونه مرکز خوبی رو هم توی بازی داشته باشه اما بذارید برگردیم عقب اینها حرکاتی هستند که شما نباید انجام بدید مثلا فیل به خونه یه دی هفت حرکت اشتباهی اما فیل رو میتونه بذاره بی هفت قطر ضعیف رو حالا سیاه هم داره توی بازی کنترل میکنه و از خیر پیادش بگذره که یک همچین وضعیت توی فینال خانوم ها دیدیم حالا جلوتر به اون هم میپردازیم اما توی این وضعیت دیگه چه کاری میتونه سیاه انجام بده؟ اینجا حرکت سی شیش رو میتونه انجام بده از پیاده خودش دفاع کنه که اینجا دیگه بعد از تعویز ها دیگه دقل روخ از دست نمیده اما قطر فیل همچنان توی بازی خیلی قویه و همچنان حرکت اسب ای پنج ناجی سفیده حرکت خیلی خوب فشار به این پیاده توی بازی اسب دی پنج میتونه بازیشه پیاده ها توی بازی میتونن تعویز شن و سفید هم میتونه توی بازی قلعه بره توی حرکت های بعدی ای چهار توی راه از باید برگرده بهتون نشون دادم که دی پنج حرکت قویه بعدا میفهمیم چرا قویه اما اینجا رو میخوام باز بریم عقب و یک وضعیت دیگر رو هم با هم ببینیم پیاده رو زده اسب گسترش پیدا کرده حرکت آشیش از طرف سیاه این تکرارها میتونه به یادگیری شما حتی کمک بیشتری هم بکنه هی hey, پوزیسیون های مختلف رو چند بار میبینید و باعث میشه که بتونید بهتر یاد بگیرید این وضعیت ها رو مثلا سفید توی بازی میتونه قلعه بره حرکت بی پنج از طرف سیاه میتونه بازیش حرکت اسب ای پنج بهتون گفتم همیشه قویه اما میتونه پیاده رو بذاره خونه یه سی شیش. و اینجا حتی حرکت آ 4 هم دار سفید که به چالش میکشه واقعا پوزیسیون رو برای سیا میتونه فیل رو بذاره خونه بی هفت و حرکت بی سه. هی ساختار رو توی بازی میخواد به چالش بکشه پیاده رو بزنه با وزیر پس میگیره وزیر میتونه این پیاده مرکزی رو توی بازی بزنه اما فیل بی دو. حالا فیل سفید هم توی بازی گسترش پیدا کرده باید جا به جا بشه وزیر مثلا به خونه بیشیش و جالبه بدونید توی این وضعیت درسته که سفید دو پیاده عقبه اما وضع سفید توی بازی بهتره چون شاه سیاه هنوز قلعه نرفته فیل هنوز گسترش پیدا نکرده و مهره های سفید خیلی فعال تر این اسب رو ببینید وسط صفحه داره چطور جلون میده این اسب به بازی اضافه میشه بعدش میتونه بیاد حتی به خونه سی چهار توی بازی از اونجایی که این وزیر دفاع نداره نمیتونه بزنه چون وزیر از دست میره و از این دست مشکلات داره اما بریم یه چند و... یکم وضعیت بسته ببینیم الان وضعیت های باز رو دیدیم که پیاده رو زود هنگام میزنه توی وضعیت های بسته هم این پیاده میتونه تعویض بشه اما اول به گسترش میپردازه سیاه بعد میاد سراغ تعویز مهره ها اینجا حرکت D4 F6 C4 و حرکت E6 از طرف سیاه میتونه بازیشه راه فیل رو توی بازی باز کنه و حرکت G3 توی حرکت بعدی نیازی نیست حتما فیل به خونه B4 بی بیاد فیل میتونه به خونه E7 گسترش پیدا کنه توی حرکت بعدی قلعه بره توی بازی فیل جی دو و حرکت دی 5 میتونه بازیش از افسه بهتون نشون دادم قلعه و وزیر سی دو حرکتیه که میتونه توی این وضعیت بازیشه و داره این پیاده رو محافظت میکنه در اصل و اینجاها سیاه میتونه با حرکت سی شیش ادامه بده و با این وضعیت ها ادامه بده اما حرکت آشیش هم بهتون نشون دادم که شدنیه و هدف از حرکت آشیش اینه که میخواد پیاده رو توی بازی بزنه و اگر با وزیر پس بگیرید در نهایت سیاه میخواد باروندن پیاده به خونه بی چهار از وزیر شما تمپو بگیره اما سفید میتونه از این اتفاق جلوگیری کنه این رو فقط کسایی که واقعا کاتالان پلیرن میدونن یعنی حتی اگر یک استاد بزرگ هم بخواد کاتالان رو بازی کنه شاید این نکته های ریز رو ندونه اگر کاتالان باز نباشه و مثلا برای تفریح و برای مرور گشایش ها اگر بخواد بازی کنه شاید این واریانت ها رو ندونه اینجا اسب رو میتونه سفید بذاره دیدو اوکی میخواد پیاده رو توی بازی بزنه اسب میاد پیاده رو میزنه دیگه وزیر نمیزنه و بعد از حرکت بی چهار سفید دیگه تمپو نمیخوره چرا؟ چون اسب سفید میاد به خونه آپنج و اسب آپنج خیلی اسب قویه چرا قویه؟ چون فیل میخواد بیاد به خونه بی هفت اجازه رو بهش نمیده اسب میخواد از خونه سی شیش گسترش پیدا کنه اجازهش رو نمیده و الان سفید طلبکاره اصلا تمپو که نداده هیچ طلبکار هم هست توی بازی مثلا باید حرکت C5 رو انجام بده سیاه توی این وضعیت حرکت C5 خیلی وقتا باید انجام بشه توی در مقابل گشایش کاتالان چرا؟ چون پیاده C7 توی بازی پیاده عقب مونده هیه و خیلی وقتا این پیاده داره به خوبی مرکز رو کنترل میکنه و پیاده سی،, سی, پنج، سی هفت در واقع پیاده عقب مونده توی بازی و سفید میتونه با فشار آوردن به این پیاده توی بازی برتری بگیره اینجا سی پنج حرکت قویه و در واقع حرکت سی پنج برای این نیست که پیاده عقب مونده نشه اینجا فقط به خاطر اینه که الان اسب هم توی بازی زیر ضربه و همینطور میخواد پیاده عقب مونده خودش رو تعویز کنه سیاه اسب زیر ضربه توی بازی وزیر داره بهش حمله میکنه فیل میاد خونه دیدو و این پیاده میتونه پیاده مرکزی رو بزنه و سفید مشکلی نداره چون با اسب میتونه پس بگیره اسب بی دفاعه بله اما وزیر نمیتونه اسب رو بزنه چون رخ رو توی بازی از دست میده و متریال عقب میفته اما بذاریم برگردیم عقب هنوز برگردیم عقب به این لحظه که حرکت آشیش انجام شد توی بازی بیاین ببینیم آشیش انجام نشه پیاده رو توی بازی بزنه وزیر میتونه همین الان پیاده رو بزنه توی بازی مشکلی نداره اما دیگه چی کار میتونه بکنه توی بازی میتونه قلعه بره پیاده که جایی نمیره اگر بی پنج رو انجام بده همچنان شاخص همچنان تئوریه واژه تئوری به این معناست که بازیکن ها باید این واریانت ها رو حفظ باشن و توی تفسیر بازی ها هم شاید زیاد شنیده باشید که ما میگیم مثلا فلان شاخه تئوریه و دو بازیکن به خوبی میدونن یعنی حفظن دو بازیکن چه اتفاقی قرار بیفته توی بازی از پیاده خودش داره دفاع میکنه اما حرکت آ چهار همیشه حرکت قوییه در مقابل بی پنج سیاه و اینجا حرکت اصلی حرکت فیل B7 که قطر رو توی بازی کنترل میکنه توی فینال جام جهانی شطرنج خانم ها این وضعیت رو دیدیم حدودا دقیق یادم نیست همه ی حرکت ها مثل الان بود اما یه همچین وضعیتی بود سیاه توی بازی قلعش رو رفته بود و پیاده خودش رو به دست آورده بود اینجا پیاده خودش رو پس میده و توی بازی پیاده رو زده حالا این پیاده هم داره میزنه سفید و میتونه بازی ادامه پیدا کنه اما میخوام بهتون نشون بدم اگر که سیاه طبق تئوری عمل نکنه و مثلا حرکت های درست رو انجام نده اینجا با مشکل مواجه میشه مثلا حرکت سی شیش رو توی بازی اگر انجام بده حرکت خوبی زیاد نیست اینجا به خاطر اینکه پیاده ها رو میزنند و بازی کن تعویز میشه و دیگه اسب ای پنجی وجود نداره که بره سراغ رخ چون اسب میاد خونه دی پنج و جلوش رو میگیره اما اینجا اسب جی پنج حرکت قویه حالا داره میره سراغ رخ و اسب نمیتونه از رخ دفاع کنه فیل نمیتونه دفاع کنه مهره از دست میده سیاه و حالا اسب دی پنج هم وجود نداره چون وزیر تو خونه سی دوه حالا و توی یک حرکت سیاه مات میشه به همین دلیل اینجا حرکت اسب دی پنج برای سیاه وجود نداره و رخ توی بازی از دست میده سیاه و همین الان ده حرکت بیشتر از بازی نگذشته و سفید بهتره پس گشایش کاتالان یک گشایش خیلی خوب میتونه باشه برای شما یک وضعیت دیگر رو هم بذارید با هم بررسی کنیم و به انتهای ویدیو برسیم اینجا دیگه چه اتفاقی میتونه بیفته سی شیش رو دیدیم سی پنج رو ندیدیم میتونه پیاده رو بذاره تو مرکز سفید میتونه قلعه بره و اسبش رو میتونه حالا بذاره پشت پیاده حالا پیاده گسترش پیدا کرده و اینجا میتونه پیاده ها توی بازی تعویز بشه و مشکلی هم نداره میتونه سی در دی بزنه سیاه با از پس بگیره توی بازی و بازی ادامه پیدا کنه این رو هم میتونه بزنه سفید مشکلی نداره و انگار یه پیاده پیش افتاده اما اینطور نیست وزیر آ 5 پیاده خودش رو توی بازی پس میگیره این حرکت و قابل دفاع نیست حرکت فیل ایسه هم با زدن اسب توی بازی همراهه و این وضعیت ها میتونه اتفاق بیفته اینجا میتونه پیاده ها حتی تعویض هم نشه همینطوری به گسترش ادامه بدن رخ دی یک فعال کردن رخ بیشیش باز کردن قطر فیل اسب میتونه بیاد به خونه سیسه حالا اینجا سیاه میتونه بزنه دی در سی بازی کنه اما مشکلش اینه که سفید هم میتونه دی در سی بازی کنه و حالا این وزیر توی بازی داره به تهدید میشه وزیر میتونه جابجا جا بشه توی بازی یا حتی میتونه با فیل جلوش رو بگیره و اینجا بهترین حرکت هم وزیر ای 8 در اصل اگر وزیر بیاد به خونه سی هفت یک تمپو دیگه هم توی بازی میخوره و سفید خیلی بهتر میشه توی بازی این بود از معرفی گشایش کاتالان با شاخه ها آشنا شدیم وضعیت های باز وضعیت های بسته یه سری دام ها رو دیدیم فعلا و دیدیم که چقدر گشایش انتاف پذیریه و سفید دست بالا رو میتونه توی بازی بگیره خیلی وقتا و یه برگردیم کامل عقب در مقابل دفاع هندی شاه هم آیا میشه بازی کرد گشایش کاتالان رو بذارید با هم ببینیم دی چهار اسب F6 C4 اسب میاد به خونه F3 اینجا فیل گسترش پیدا میکنه توی بازی G3 و حرکت اصلی برای سیاه حرکت D6 فیل توی بازی F2 میشه اما این وضعیت دقیقا شباید داره به کاتالان اما میشه دفاع نیمزو هندی واریانت فینکدو 2 که سفید داره توی بازی انجام میده و دیگه کاتالان نیست و این پیاده میاد ای سه خیلی وقتا میره ای چهار و پیشنهادهای های بهتری وجود داره برای اینکه در مقابل دفاع هندی شاه بخواید بازی کنید به عنوان مثال حرکت ای چهار البته گسترش اسب خونه سی سه حرکت ای چهار قلعه اگر به مرکز حمله شد حرکت D5 میتونه واریانت پیشرفته باشه که به واریانت ارتودکس معروفه خیلی وقتا این اسب گسترش پیدا نمیکنه پیاده میاد خونه یه افسه که به واریانت سیمیش معروفه و اونها خیلی بازی کردن راحت تره از نظر من اما این وضعیت ها هم قابل بازی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه اما این تازه شروع پلیلیست گشایش کاتالان هست و من سعی میکنم بین هفت روز تا 10 روز این گشایش رو پشت سر هم براتون قرار بدم و جمعش کنیم گشایش کاتالان رو تا بتونید توی بازی های خودتون اعمالش کنید این که پشت سر هم هم بخوایم قرار بدیم شاید خسته کننده باشه ویو ویدیو ها بیاد پایین اما اهمیتی نداره ایرادی نداره اگر که این گشایش بتونه به ده نفر هم کمک بکنه برای من کافیه و ویدیوی امروز رو با یک جمله از رادولف اشپیلمن به پایان میرسونیم شروع بازی را شبیه کتاب وسط بازی را مانند جادوگر و پایان بازی را مثل ماشین بازی کنید من کیانم و توی ویدیوی بعدی میبینمتون